گردد، خادمزاده اعدام باید گردد، خادمزاده اعدام. چی شده برادر؟ شما؟ برادر میتونم کمکتون کنم؟ میبخشید، یه مقدار اعصابم ناراحت. خواهش میکنم. شده. یه غریبه تو اتاقه. غریبه؟ آره، کمیته‌ایه، همونو که الان اومد. آره خودشه. ای بابا، اون ارباب رجوعه، خوشش میاد، خودم فرستادمش، اومده پرونده تشکیل بده. خادم زده اینگار خیالاتی شدی ها. صاحب کن ببینم این کارا چی بود که میکردی؟ چرا تو کوچه هی این ورمغره تو نگاه میکردی؟ نمیدونم، فکر میکنم یکی دنبالمون، همین الان میخوان دستگیرم. تو هم دیگه شورشو در بودی، کسی ندونه فکر میکنه صبح تو شب دست تو سفره هویدا و این و اون بوده که اینطوری خودتو باختی. اونا میدونن چه غلطی کردن، خوردن، حالا باید پس بدن، ولی من فقط برای عکس بعد اینطوری بیفتم تو دردسر. کدوم دردسر؟ بیا برو غذا تو بخور. تو بی خودی داری هی بزرگش میکنی. آخه کی اومدن برای خاطر یه عکس کسی رو بگیرن؟ اگه اینطوری باشه باید همه اونایی رو که اون روز عکس انداختن بگیرن. بدبختی من اینه که عکس من یکی رو برداشتن بزرگ کردن زدن تو تابلوی اعلانات. حالا برفرض عکس تو رو نمیزدن، مال یکی دیگر رو میزدن، چه فرقی میکرد؟ از همه عکس انداختن، حالا مال تو رو زدن به در و دیوار. اون فرق میکرد دیگه، جلوی چشم همه نبود. هیچ فرقی نمیکرد. بعدش تقصیر خودت هم بود. یادت رفته که عکس رو دادی چند تو چند تو برات بزرگ کنن که یکی یه دونه یادگاری بدی دست فامیل. من؟ کی بود برای اینکه پوز بده عکس رو مینو فک و فامیلش پخش کرد؟ تمام این بیچارگی ها گردن تو و عزیز خانمه.
بله، من چه تقصیری دارم؟ من چه میدونستم اینجوری میشه؟ مگه کف دستم رو کرده بودم؟ حالا اتفاقیه که افتاده، هیچ کس هم نمیخواسته اینطوری بشه، ولی خب شده دیگه. برم کن دیگه. آقا نمت صداتو بیار پایین، جلو در همسایه خوبیت نداره. آره والا خبرهای ساعت را با گزارش‌های از میهنمان ادامه می‌دهیم. بامداد امروز 4 تن دیگر از مهره‌های اصلی و سرسپردگان رژیم طاغوت به حکم دادگاه عدل اسلامی به جوخی اعدام شدند. چه ربطی به تو داره؟ نه طاغوتی هستی، نه سرسپرده، یه کارمند ساده‌ای مثل همه اونایی دیگه. آخه چرا اینقدر خودتو عذاب میدی مرد؟ محارب با خدا و مفسد فلعن شناخته شده و تیرباران شدند. کجا؟ دیگه تحمل ندارم، نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. که با شعار خودتو عذاب نده، پاشو بریم غذا تو بخور. اینجوری فایده نداره، فردا صبح اول وقت میرم کارگزینی، تکلیفمو یه سره میکنم، میگم هرچی عکس و فیلم مربوط به منه برگردونم به خودم. تا کی به خاطر یه عکس تنم بلرزم؟ فکر خوبه، از اول باید این کارو میکردی. آره باید این کارو بکنم. سلام آقا نعمت. سلام آقای خادم زاده. میگم این آخری آقای خادم زاده خیلی ناراحته، اتفاقی براش افتاده؟ والا نمیدونم، خدا نکنه. خیلی آدم سر به زیریه، یه عمریه که تو این محله، بعد از زن و بچه خودم دیدم اما از این آدم ندیدم. بفرمایید تو راه رو اتاق سوم دست راست. آقا بفرمایید. لطفاً بدین وارد دفتر. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنون. آقا سیدی جانم قربونت برم، من یه دقیقه میرم تا بایگانیه برمیگردم، اگه کسی با هم کاری داشت من پیش آقای همتی هست. باش. آره یه جوری شده آقا سیدی. عجیب ناراحت و نگران به نظر میاد، خیلی گرفته است، حتما یه اتفاقی براش افتاده. میپرسیدی ببینی چی شده؟ نمیدونم والا، فکر میکنم مشکلی براش پیش اومده. هرچی هست خیلی ناراحته. حالا یه چیزی برات بگم که خیلی جالبه. بگو. یکی از فامیلای خانم ما کارمند وزارت امور خارجه است. بله. قسمت فرهنگی کار دفتری داره. بچه. یه دفعه که یکی از وزرای سابق میره اونجا واسه بازدید و همه دست میده. عکاس ادارم عکس میگیره. خب از این بابام یه عکس میگیره. خب حالا ترس ورش داشته از این که اگه عکسش بیفته دست یه کسی چی میشه؟ بهش گفتم بابا جون از چی ناراحتی؟ تو که کاره ای نبودی، برو قضیه رو بگو و خیال خودتو راحت کن. ای بابا عجب آدم هایی پیدا میشن، پاشو برو بهش بگو که تونه مثلی مهم نیست خوشت میاد. بردن این موضوع رو بهش گفتم که هیچ کس با تو کار نداره. بله اون بابایی رو که میبینیم میگیرنش فرق میکنه، آدم کشته، چپاول کرده، شکنجگر بوده. اونا بله، ولی خب اینم ترس برش داشته. نه بابا بی خودی ترس برش داشته،
علکی کسی رو نمیگیرن که. خوشت خود منم همینه بهش گفتم. راست یادت یه دفعه هویدا اومده بود بازدید شهرداری؟ امیر عباس آره. همه صف کشیدن و باش دست دادن و عکس گرفتن. اتفاقا من اون رو نبودم. خودمو زدم به مریضی نیومدم ازش. ای کاش گردنم میشکست و منم نمیومدم. همچی بفهمی نفهمی باعث نگرانیم شده. میگم اگه اون عکس بیفته دست این و اون چی میشه؟ چیزی نداره بشه. آخه اگه دست یه آدمی بیفته که زیاد از من خوشش نیاد یا با هم دشمنی داشته باشه، مثلا چوب اندازه که بله فلانی هم با هویدا عکس گرفته. خب بله اینجور مسائل هم هست. آره خلاصه برامون دردسری شده. نه بابا زیاد خودتو ناراحت نکن. اولا همون اوائل انقلاب هرچی عکس و پوسترای بی خودی بیدش همه رو جمع کردن و ریختن دور. یعنی هیچی نمونده؟ چرا؟ فیلمشو چندتایی از عکس‌ها تو بایگونی هست. بس هنوزم هسته. بله تو بایگونیه. همینجاست؟ نه خیر تو اتاق بایگونی قسمت عکاسیه. ببخشید آقای متین مزاحم شدم. با اجازهتون. به بچه‌ها و خانم و همه سلام برسید. سلامت باشید. ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. دوباره سر بزنید. چشم. قربون شما. خدا. چند دفعه بهت بگم دعوا نکن تو هر سرت نمیشه بچه. چه کسی رو میزنینش آقای خادم‌زاده؟ اون که تقصیری نداشت. پسر اکبر آقا دعوا رو شروع کرد. من از همون اولش اینجا بودم. دیدم پسر اکبر آقا با مشت زد تو صورتش. اونم بی تقصیر نیست. صد دفعه بهش گفتم از مدرسه که میای صاف برو خونه ول کنیم بازی تو کوچه رو. مگه به خرجش میره؟ خب پسر بچه است نمیشه پاهاشو بس. کی زده بچه رو اینطور خونین و مالینش کرده؟ پسر اکبر آقا دعوا شده. مگه بچه بی صاحبه که برای بچه یه بچه برای اکبر آقا بیار پایین. چرا داری پرت و پلا میگی زن؟ برو تو ببینم بچه که تو کوچه ول باشه. همینه دیگه. تو رو خدا نگاه کن ببین بچه ما به چه روزی انداخته. آخه واسه چی میخوای همه گناه ها رو به گردن ما بندازی؟ راست میگه آقا نمت. چپ میریم هیست. راست میریم هیست. آخه مگه چی شده؟ چه خبره؟ چیزی نشده. فقط با ندونم کاری شماها تو هچل افتادم. حالا فهمیدین؟ مگه ما بهت گفتیم که بری با اون گور به گور شد عکس یادگاری بندازی؟ نه خیر شماها نگفتین. ولی شما عکسا رو بردین خونه فامیلاتون تا بذارن تو آلبوماشون. دست شما درد نکنه آقا نعمت. ما که فکر بدی نداشتیم. ما نیت ما خیر بود. بله همون نیت خیر شماها بود که کار دستم داد. چی فرمودی؟ حالا چرا تو حیات وایسادین؟ بیان بریم تو تا یه فکر دیگه بکنیم. بهترین کار اینه دوره بیفتیم و همونطور که عکس‌ها رو پخش کردیم همونطوری هم جمعش کنیم. پاشو بریم مادر. آره این فکر خوبی است. همین امروز شروع میکنیم. بهتر اول بریم خونه خواهرتینا. بریم. حالا واقعا نمیتونی یه جواز برای ما درست کنی؟ که این اتاق کوچیکه رو بکنیمش مغازه. نمیذارن آقا اشمت. چی رو نمیذارن آقا نعمت؟ هر وقت ما از تو یه چیزی خواستیم تو واسه ما نآوردی. همین الان تو این کوچه سفارت کبابی و بقالی و ساندویچی وا کردن. چطور نمیشه؟ چون غیر قانونیه. مطمئن باش جلوشونو میگیرن. حرفم ندارم. والا اونایی که هیچ پارتی و آشنایی تو شهرداری ندارن ها وضعشون از ما خیلی روبراتره. هر کدومشون برداشتن یه جای کوچیکی رو مغازه کردن و راحت هم دارن کار میکنن. بفرمی راستی سیما جون اون عکسایی رو که اون روز آقا حشمت تو کرج از همون انداخت هنوز از عکاسی نگرفتی؟ چرا؟ خیلی وقت پیش گرفتیم. مگه ندیدی؟ نه منم ندیدم. چرا؟ مثل این که دیدی. یعنی میگی من دروغ میگم؟ نه خانم جون این چه فرمایشیه؟ الان میارم خدمت. اتفاقا همین چند روز پیش تو شهرداری صحبتش بود. همه شونو جمع میکنه. حالا تو این کارو واسه ما انجام بده. وقتی خواستن جمع کنن خودم یه رایی براش پیدا میکنم. راستش از تو چه پنهون سیما جون؟ این عکس نعمتو خیلی نگران کرده. بنابراین میخواد تا اونجا که میتونه هرچی از این عکس پیش همه است جمع کنه با از بین ببره. واسه همینم است که اگه اجازه بدی میخوام این عکسو از تو آلبومتون وردارم. این حرفا چیه؟ عکس خودتونه. هر طور که مصلحت میدونی. مصلحت اینه که جمع بشه دختر. باشه خیلی ممنون. اما این موضوع پیش خودمون باشه. خیالتون راحت باشه. حتما. بالاخره چی شد آقا نعمت؟ حالا من یه پرسجو میکنم شاید بتونم یه کاری بکنم.
خودت خوب میدونی که آدم با حقوق کارمندی به جایی نمیرسه. باید هر طوری شده یه کاری بزنی تنگش. خب اگه اجازه بدیم مرخص بشیم، دیر وقته. ای بابا تشریف داشتین، شام یه چیزی داره هم میخوریم. یه مقدار کار دارم که از اداره آوردم، باید تمومشون کنم. خب مرمتون زیاد آقا اشمت، قربون شما. آقا اون برا بیا چشم. میبخشی مزایم شدیم. این حرفا چیه؟ خونه خودتونه. بفرمایید. چی شدن؟ خیلی بهش فکر کردم، به جون شما خیلی فکر کردم. خیلی کار مشکلیه، مخصوصا الان که روی پرونده های زمین ها و مستقلات همین آدم ها دارن کار میکنن. جون شما زیادم مشکل نیست آقای حمیدی. چشو؟ اصل مشکل کار روی سنده که ما ترتیبشو میدیم. سند رو طوری تنظیم میکنیم که تاریخ خرید و فروش یک سال قبل از انقلاب باشه. درسته. بعد میمونه این که نسخه دوم سند رو تو بتونی همونجا تو شهرداری مهر و شمارش بکنی و بذاری لای پروندهش. همین، اون وقت کار تمومه. حالا بعد نیست تحقیقی بکنیم ببینیم میشه از همین وکالتنامه استفاده کرد یا نه؟ هیچ کاریش نمیشه کرد. الان به هیچ وجه روی وکالتنامه نمیشه کار کرد. تنها راهش همینه. از فردا تطوی قضیه رو در میارم. اصلا معلوم نیست پروندهش در چه وضعیه، کجاست، زیر دست کیه؟ همونطور که قبلا گفتم، من باید سریع پولو بفرستم به خارج برای ساب ملک. آقای حمیدی خودش کارمند بازنشسته شهرداریه، همه راه و چاه کارو میدونه. خیالتون راحت راحت باشه. امیدوارم. خلاصه آقای حمیدی، اگه دیر به جنبیم دیگه دستمون به جای بند نیست. تا پروندهش نیومده رو میشه یه کاری کرد، ولی برسن به پرونده دیگه تموم. آقا خیالتون کاملا راحت باشه. راحت باشه، هیچ گره نیست که باز نشه. صحیح. من درستش میکنم. میبخشید احمد آقا، من امروز شما رو خیلی معطل کردم. خواهش میکنم. اینم یک کیلو. خب دیگه چی فرمودین؟ یه روغن 5 کیلویی هم میخوام. چشم از سایه. میبخشین، الان میام خدمت. خواهش. سلام عرض شد آقای بالزاده. حالتون که خوبه؟ خیلی ممنون. دیشب اومدم منزل خدمتون برسم، تشریف نداشتی. مگه چی شده؟ چیزی که نشده، قضیه دعوای بچه هاست. خواستم ازتون عذر خواهی بکنم. ای بابا مسئله نیست، تقصیر محمد ما بود. نه به جان شما، محمد شما بچه سربراهیه، تقصیر این آتیش به جون گرفته های منه که منو پیش همه رو سیاه کردن. بچه‌ن دیگه، حالا گذشته و رفته، خودتون ناراحت نکنید. به هر حال خواستم از شما عذرخواهی بکنم اگه باعث ناراحتیتون شد. خواهش میکنم. خدا حافظ. به امان خدا. خدا حافظ شما. همه اینا کلک یش سناره، معتقد دایی یه تیک زمین کوچیکه که 10 تا باش خوابیدن. تو نمیری یورو 8 سر آره داره، بخواد نون خالی بهشون بده روز 4-5 تومن خرج داره. اونقدر وضعشون خرابه، اونقدر وضعشون خرابه که خیال میکنن با فروش همین یه تیک زمین وضعشون رو برا میشه. متفدی اینه که اومدن دست به دامن دایی شدن که یه طوری کارشون جفت جور بکنه. به جون تو نباشه، به جون تو نباشه، به جون بچه‌ام اگه به خاطر پولش باشه. نه یعنی چیزی ازش به ما نمیماسه. زندگی امروز شوخی بردار نیست دایی، باید به مردم نون رسون. درسته، خودت که میدونی اینجور پرونده ها دیگه زیر دست من نیست، پیش آقای صیادیه. میتونی بری پیشش بگی پروندهشو در بیاره ببینی اشکالش چی. زمینای منطقه ونک ها. میدونم، منطقه ونک همون قسمت صیادی و خادمزاده است. صیادی رو میشناسم، ولی این آقای خادمزاده کی باشن؟ از کارمندای قدیمیه، قبلا تو نوسازی بوده. اون یارو باریک صورته که یه کیفم همیشه دستش بود؟ آره خودشه. آدم خوبیه، میشتاسمش. مرد شریفیه. یه سر بهش بزن، اگه ازش خواهش کنی پرونده رو برات در میاره. حتما مزاحمش میشم. از قدیم گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خیلی لطف کردی، قربونت میرم، من بازم مزاحمت میشم. خواهش میکنم، بازم اگه کاری داشتید در خدمتم. حتما قربونت میرم. راستی ببینم، نگفتی اسم کوچیک این آقای خادمزاده چی چیه؟ نعمت.
نعمت ها نوکرتم، خیلی لطف کردی، بازم مزاحمت میشم، فعلا با اجازه. خدا حافظ شما. خدا حافظ. به سلامت. تصدق بیرم. سلام علیکم. سلام علیکم. آقای خادمزاده؟ تو اتاق نیستم، امری داشتیم. از دادستانی خدمت رسیدم، رایشون کار داشتم. بفرمین بشینین، الان میان. خیلی ممنونم. آقای خادمزاده، ایشون با شما کار داره، از قسمت دادستانی اومده. دادستانی؟ با بنده؟ میبخشید برادر، چند تا پرونده زمین آوردم خدمتتون که تاریخ ثبت و آخرین نقل و انتقالشون رو برای دادستانی روشن کنم. میبخشید معطل شدین، رفته بودم بایگانی. خواهش میکنم برادر، منم همین الان اومدم. پرونده رو لطف کنی، بفرمین بشینین اونجا. ببینم. اسفره میارم خدمت. معذرت میخوام. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. سلام علیکم آقای حمیدی، خوش آمدی. خیلی هم خوش آمدی. ارادتمندم. ممنونم، بفرمایید بشینید. شما خوب هستین که؟ به مرمت شما، بد نیستم. خوش میگذره که؟ قربان شما. میبخشین آقای سیدی، آقای خادمزاده ایشونن؟ بله. چطور میگه؟ هیچی، میخواستم با ایشون آشنا بشم. بله، الان میارم خدمتتون. میبخشید یه چند دقیقه. خواهش میکنم. خیلی برمی. بفرمید، دیگه امری نداره. خواهش میکنم، خیلی لطف کردیم. خدا نگه. مرمتی. خواهش میکنم. بفرمید بنشین. خواهش میکنم. ببخشید عرضی داشتم، هر وقت امری داشتید بنده در خدمت. خیلی ممنون. خدا نگه شما. به سلامت. نعمت. با با خادم خودم. خیلی سر شلوغ شده، چطوری مرد؟ میبخشید جناب علی. یعنی میخوای بگی تو منو نمیشناسی؟ نه والا. بیشین تو بهت بگم، برو بیشین. عجب روزگاریه، انگار نه انگار. دوستان دوستان پاک فراموش کردن. مگه تو قبلا تو نوسازی نبودی؟ بله. زمنم حمیدی هم دیگه، از کارمنده بازنشسته نوسازی. پاکبار فراموش کردی؟ میبخشین حافظم ضعیف شد. هیچ عوض نشدی، همون طور که بودی. اما نه انگار، بفهمی نفهمی همچه یه کمی لاغر شدی. حتما از کار زیاده. خب بله. ببینم نعمت جون، میگن پرونده های زمین های ونک زیر دست توه. آره بله، منظور هیچی، همینطوری پرسیدم چون میدونم که خیلی درد سر داره. یا الله. خواهش میکنم. خواب خواب آقای خادمزاده، با زندگی بخور و نمیر کارمندی چی کار میکنی؟ میسازیم، از بنده کاری برمیاد. دلخور شدم، به جون خودت ناراحتم کردی. بنده فقط برای عرض سلام خدمت رسیدم. خواهش میکنم، شما محبت دارید. غلامتم. الو. بله بله بله، چشم. بله الان میام خدمت. میدونم سرش شلوغه، بعدن خدمت میرسم، فعلا با اجازه. خدا شما. خدا حافظ. آقای سیدی قربون شما. خدا نگهدار آقای حمیدی، به سلامت. آقای خادمزاده، انگار خیلی وقت با هم عیاقی. ها؟ نه نمیشناسمش. ولی اون خوب تو رو میشناسه.
خادمزاده؟ چجور آدمیه؟ بله خادمزاده، اونم چه آقازاده ای. این جرقمو دیگه بوز آوردیم. چطور مگه؟ این بابا اهل رشوه و حق حساب نیست. به هر حال باید راهی پیدا کنیم که بشه باهاش کنار اومد. این روزا شدیداً افتادن به جون پرونده ها. دیر به جنبیم کار از کار گذشته. اصلا نمیشه صداشو داره بود. باید با احتیاط جلو رفت. اگه بو ببره روی قضیه تیز میشه و حسابی پرونده رو ضبط و رفتش میکنه. تو که خودت این کاره ای، با زبونت ما رو از سراخش میکشی بیرون. یه کارش میکنم، فقط ممکنه یه ریزه خرجش آه بره بالا. این مسئله نیست، فکر مخارجش نباش، فقط دست به جنبون که داره دیر میشه. حالا دیگه خیالم راحت شد. نوکرتون رو دست کم نگیرین. من کسی هم که میتونم یخچال فریزر صادر کنم قطب شمال، یه شعبه یخم اونجا دایر کنم. خداشم این نیستش، مثل که امروز رفته مرخصی، یکی از همکارای دیگهش بود. دیدم هم چی درست نیست بهش بگم. فردا که خود هاشمی اومد میگم همه رو برات در گیره. من شمارم به زحمت انداختم. اختیار داری. البته چیز مهمی نیست، از نظر احتیاط میگم اگه بشه ورش داریم آدم خیالش راحت. آره خب نباشه بهتره. اما خیالت راحت باشه، به جون خودت تا فردا همه رو برات در گیره. قربونت برم، انشالله زحمتاتون رو جبران میکنم. ای بابا چه زحمتی، قربون شکلت. ما شرمنده شما هست. دشمنت شرمنده باشه. فعلا با اجازه. داری میری؟ آره. میگم اگه کاری نهری بمون یخته با هم گپ بزنیم. نه کارم زیاده، بعد برم، بعدا مزاحمت میشم. خواهش قربون شما. خیلی لطف فرمودیم. به سلامت. خیلی میش. خیلی ممنون آقای همتی. قربون شما برم. این خادمزاده ما خیلی به شما علاقه داره. بله ما هر وقت ایشونو گم میکنیم برای شما پیداشون میکنیم. بله بله بله. سلام. سلام آقای خادمزاده، حالتون چطوره؟ چطوری؟ متعلقی خوبن، خوشن، همشون خوبن. به لطف شما ببخشید وقت به وقت مزاحم میشم. الان که اینجه واسطه مسئول خدمت شما. آقای حمیدی خیلی وقت منتظرت، تلفن کردم به همتی که بیا. میبخشید آقای حمیدی منتظرتون گذاشتم، اگه امری دارید در خدمت. عرض کنم که پیش پای شما نشونی منزل از آقای صیادی گرفتم. خواهش من اینه که اگه اجازه بدین امروز بعد از ظهر خدمت برسم منزل، اونجا با هم صحبت کنیم، چون یه مسئله خصوصیه. یعنی در واقع چطور بگم، میبخشید در مورد چی؟ چیز مهمی نیست، یعنی نمیخوام اینجا مزاحمتون بشم، چون ممکنه نیم ساعتی وقتتون رو بگیرم. آخه مربوط به چی؟ گفتم که چیز مهمی نیست. شما اگه اجازه بدین منزل که خدمت رسیدم عرض میکنم. مسئله مربوط به یه سال قبل از انقلابه. آره مربوط به بنده میشه؟ بله دقیقا. ترجیح میدم در منظر خدمتون بگم، چون شاید درست نباشه که دیگران، یعنی حتی آقای صیادی در جریان قرار بگیره. بله متوجه شدم، در خدمتون هستم. خیلی ممنون ازتون، در منظر خدمت میرسم با اجازه. خدا حافظ. خدا حافظ آقای صیادی. خدا حافظ آقای حمیدی، به سلامت. زده به سرت، صد دفعه این آلبوم ها رو به هم ریختی و زیر و روشون رو گشتی. آخه که چی؟ دارم عکسای ساب مردم رو جمع میکنم. اینا رو دیگه چی کار داری؟
هیچی بابا، گفتم نکنه عکسای کوچیک اون لعنتی قاطی این عکسا جا مونده باشه. بعدش هم حواس درست حسابی که نداریم، یه موقع ممکنه از چش آدم افتاده باشه. بذار سر جاشون مرد. تو رو خدا بس کن، این بازی ها رو در نیار، دست بردار از این کارات. گوش کن خانم جون، اون بابایی که صبح اومد آدرس خونه رو از صیادی گرفته. خیلی خوب. وقتی هم داشت با من صحبت میکرد همش با علم و اشاره میخواست بفهمونه که قضیه درس پیدا کرده. حالا چطور به گوش کیا رسیده، عکس دست چه کسایی افتاده، فقط خدا عالمه. بابا جان مگه نگفته که امروز میاد خونه؟ خب بذار بیاد ببین اصلا موضوع چیه. میگم حالا چطوره همگی با هم بریم خونه واسه. وقتی بیاد در بزنه ببینه هیچ کس نیست، برمیگرده میره دیگه. آفرین عزیز خانم، باریکلا، همگی میریم اونجا. پاچیم بریم یالا. کجا؟ مگه نمیگه اون بابا قراره بیاد؟ آره، وقتی بیاد ببینه نیستیم برمیگرده میره دیگه. خبر مرگش فردا صبح اول وقت همه در ادارته. تا فردا خدا بزرگه، شاید یه فرجی هم باشه. بیا بریم. بریم. سر همین چارالی گرد بفرد خوربیر دستی چقدر داده بکنی؟ چهار تومن پنزه. چهار تومن پنزه؟ دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. دو قدم که چهار تومن پنزه آدسه کنی؟ درست مانه از خوالشی. درست مانه همینه. عجب شوتی. باری کلا به خدا. خونه نیست سر آقا رفتم بیرون. آقای خادم زدم رفت؟ همشون رفتم. سه بوری گرفتم. نیست. سنگر بیرون شد. اینطوری بهتر شد. خب دیگه بریم. اینجا آقای خادم زاده آمدن تشریف نداشتی؟ آقای خادم زاده اعدام باید گردن. بی زحمت سر این کوچه نگرد. چقدر شد؟ هشت تومن. بفرم. خیلی ممنون. خدا حافظ آقا. به سلامت. اقرس بوده بیا. چیه؟ چی شده؟ بینجره نگاه کن. ای با چی رو چه میدونم بپره کنه خیصا جود باش یالا. اقرس زود باش. بازم بگو خیالاتی شد. بگو هیچی نیست، کسی با ما کاری نداره. ده بگو. چی بگم والا؟ بی خود نبود که من نگران بودم. میدونستم که این عکس ساپورته بالاخره کار دستم میده. خیلی خلاص زود باش برو تو. برو تو. اگه یارو رو دیدی بگو من نیستم. کدوم یارو؟ همون آقای حمیدی دیگه. اگه اومد بگو من نیستم. سلام عرض میکنم. سلام علیکم. سلام آقای خادمزاده. داشتین؟ بابا ای بلا. ای بلا. دست خوش. رسم روزگار اینه. ما رو قال میذاری آره؟
من؟ بله. نه به جان شما، رفته بودم نون بگیرم، اگه چند لحظه میموندین زود برمیگشتم. اشکاری نداره، بنده طرفهای اصل خدمت رسیدم که مزاحم بشم. هر چی زنگ زدم نبودین، با عرض معذرت روی چارچوبه در براتون نوشتم. اونو شما نوشته بود؟ بله، چطور مگه؟ هیچ. به هر حال با دست بار خدمت رسیدم که متاسفانه تشریف نداشتین. بله، لطف دارین. گفتم یه سری بزنم ببینم، اگه موافق باشین امروز نهار رو با هم بخوریم و همونجا با هم صحبت کنیم. والا نداره دیگه، من نمیخوام از دل مزاحم بشم. باش، من در خدمت. قربون محبتت. پس من سر ساعت یک نمعقبتون که بریم همین رستوران روبرویی. باش. پس قرار رو قطعی کردیم، با اجازه. باش. قربون تو برم، خدا نگه دارت. آقای شجری خدا نگه دارتون. خدا حافظ آقای حمیدی. خدا حافظ. شما اگه این لطف رو در حق من بفرمایید تا ابد من در شرمنده خودتون کردین. میبخشین آقای حمیدی، من اهل این کارا نیستم، آقای صیادی خوب منو میشناسن. ای بابا، من اصلا روی شما اینطوری حساب نکردم. اتفاقا نه تنها آقای صیادی، بلکه همه درباره شما خوب صحبت میکنن. همه لطف دارن. میدونین آقای خادمزاده، من نمیخوام خدای نکرده شما کار خلافی انجام بدین، مثلا دستون نوشته ها ببرین، یا اینکه فرقی نمیکنه. کاری که شما میخواین انجام بدم در واقع همینه. اصلا اینطور نیست به جون شما. من نسخه دوم سند و مهر شده با شماره دفتر خورده میدم خدمتتون که فقط لطف کنین بذارین لای پرونده. همین، اونم به مرگ بچه هم فقط به خاطر زن و بچه این باباست که اینجا آواره موندن. به مرگ شما، حتی خرج روزونهشون برایشون نمونده. وضعشون واقعا اسفناکه. از نظر انسانی هم که شده باید کمکشون کرد. یعنی منم فکر کردم که چرا باید این کارو بکنم. مردی که تا خرخرش خورده زده به چاک. درسته که باید هست و نیستشو مصادره کرد، باید پدرش هم در برد، ولی بعد دیدم زن بچهش که گناهی نکردن. بالاخره هر چی باشه من و شما هم زن بچه داریم. اگه خدایی نکرده اتفاق دیگه، مثلا خود شما یه مسئله براتون پیش بیاد، چه گرفتار بشین. زن بچهتون که گناهی نکردن. کردن؟ نه 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 نکردن نکردن نکردن. من نمیتونم آقای حمیدی، حاضرم هر کار دیگه ای که بگین براشون انجام بدم. میتونم کمکشون بکنم. ماهیانه 500 تومن. 500 تومن؟ 500,000 تومن؟ عجب اشتراب. خیلی دندون گرده طرف. فکر میکنی بالاخره با چقدر میتونی راضیش کنی؟ والا نمیدونم، آدم عجیبیه. امروز دوروبر 100,000 تومن واسش صحبت کردم، اما زیر بار نرفت که نه. عجب روزگاریه، شیکما دیگه سیر شده. با 100,000 تومن پرونده یه قتل رو میتونستی ببندی. حالا یه مقدار بیشتر بهش بدین آقا. یعنی تا چقدر؟ بگو 120 بیشتر ندارن که. فکر نمی کنم بشه، قبول نمی کنه. فکر می کنی با چقدر میتونی راضیش کنی؟ والا اگه با 200 تومن هم راضی بشه خیلی آدم با انصافیه. 200 تومن؟ آقا 10 میلیون زمینه باقلواس. باش آقا، صحبت کن باش، تمومش کن، داره وقت میگذره. فردا ببینم باهاش چی کار میتونم بکنم. بهش بگو احمق، مگه میخوای آپولو بفرستی بالا؟ یه ورقه کاغذ میذاری لای پرونده دیگه. باشه، بهش میگم. فعلا با اجازه. فقط آقای حمیدی، خواهشم اینه که فردا تمومش کنی. به روی چشمم، مشکلی نیست که آسان نشود. خدا حافظ. قربون شما. خدا حافظ. با اجازه. خدا حافظ آقای حمیدی.
امیدوارم بتونه یه کاری بکنه. میترسم جون شما طرف بو برده که معامله سنگینه. داده دو تا جیب گشاد واسش دوختم. چاره ای نیست آقا، فعلا که ریشمون گیره. زنده باشه بردار. از اداره که بیرون نرفته؟ نه جایی نمیره، هر جام که باشه علنه پیداش میشه. دیروز جای شما خالی با هم رفتیم این رستوران روبرویی، کلی باهاش صحبت کردم. ولی طفل معصوم خیلی گرفته بود، دل مرده بود، حتی نتونست غذاشو بخوره. نه بابا. بله خب بنده خدا گرفتاره، رفاقت به درد یه همچی روزایی میخوره. خلاصه من تصمیم گرفتم هر جور شده بهش کمک کنم. باور کن امروز صبح مشکلشو حل کرد. چطور؟ هرچی عکس و فیلم داشت با عبیدا همه رو گرفتم، تلفن کردم به اتاقش که هر وقت اومد بیادش اینجا. گفتین عکساش با عبیدا؟ بله دیگه، همینو باعث ناراحتی شده بود. البته مهم نی، بی خود فکر و خیال زده به سرش، چیزی نی، همه رو گرفتم. ای بابا، پس واسه اینا ناراحت شده بود. آره بنده خوده. الو بو. بله بفرمید. آقا سلام، بله شما چطوره؟ بله همین چند رو پیش رسیدم براتون. شماره شو یه دقیقه گوشی خدمتتون باشه. ببخشید. دستتون درد نکنه با این عکسایی که پیدا کردی. وظیفه‌مون بود. خب آقای همتی، من با اجازتون مرخصم. یه دقیقه گوشی کجا؟ کار دارم، اگه دیدینش لطف کنه بهش بگین رفتم اتاقش نبود، اینجا منتظر شدم نیومد. بگین هر طور شده بعدن یه سری بهش بزن. باشه بهش میگم، ولی حالا چایی چیزی این که ایشالا بازم مزاحمتون میشه. مرا تو کم نشه خدا بس. الو گوشی دستی این بیس شماره چینه؟ 24 ممیز خب بازدس ممیز 32. کجا گذاشتی رفتی؟ کارا همش مونده؟ به خود کار داشتم. یه تلفن بزن با آقای همتی، چند بار تلفن کرد. چیزی نگو؟ نه، فقط گفت هر وقت اومدی یه تلفن بهش بزنی. تلفنش اشغاله، من میرم پیشش. کجا باز رو افتادی؟ اقلا ترتیب نامه ها رو بده، بعد هر کجا که میخواد. چند دقیقه بیشتر دنبالش. همین الان برمیگردم. به جان خودم این بابا یه چیزیش میشه. اصلا مثل که اینجا نیست. الو شما؟ من حمیدی هستم. یه دقیقه ببخشید. سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟ الو نگاه کن، همه شیشه ها رو شکستن. نه هنوز نه، واسه همین تلفن زدم. یه وضعی پیش اومده که 100% کار درست میکنه. آره گفتم چه رگ خوابش رو پیدا میکنم. نه جون شما 100% تمومه. شما با خیال راحت دنبال بقیه کارا باشین. آره مرک همون 200 تومن تمومه. جون شما خیلی چونه زدم. بله ملتفتم. بابا ملتفتم، خونش بابنده. خیالتون راحت باشه. چشم، خدمت میرسم حتما. خدا حافظ، قربون شما، خدا بچه هاتون رو حفظ کنه. در پیکر
زودتر حاضر شیم بچه ها داره دیر میشه. بابا میریم پارک ارم. آره بابا جون میریم پارک ارم، هر چقدر دلت میخواد اونجا بازی کنیم. آره بابا تو این چند وقت دلمون پوسید. آقا نیمه این صورت هم نگاه کنیم، هیچ کس از قلم نیفته. ولش کن مامان دیگه، آدم وقتی یادش میفته چجوری اون عکس رو جمع کرده. دست شما درد نکنه عزیز خانم. خدایا صد هزار مرتبه شکرت، حالا دیگه با خیال راحت میتونم سرم رو بالا بگیرم. بریم 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 یالا بچه ها. سلام اکبر آقا. صبح بخیر. صبح بخیر. حالتون خوبه؟ به مرحمت شما بد نیست. که خوب و خوش هستیم. شکر خدا خوب و سر حال. لطفاً یه پاکت سیگار شیراز. چشم. الان. بفرمایید. خیلی ممنون. قابلی نداره. دستون درد نکنه. خواهش می‌کنم. بفرمایید. قربون شما اکبر آقا. خیلی ممنون. مرحمت زیاد. قربون شما. بفرمید لطفا. شما خواهش میکنم بفرمید. خواهش میکنم. با اجازه. خواهش میکنم. سلام علیکم. قربون شما. حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. به 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 سلام. حال شما چطوره؟ سلام. قربون شما. حال شما خیلی ممنون. خدا سلام. صبح بخیر. سلام. چطوری آقای سیادی؟ دارم بد نیستم. حال شما خوب آقای قیاسی؟ خیلی ممنون متشکرم. خوشحالم که میبینم دوستانم خوب و سلامتن. خیلی دوست داری. تشکر میکنم. سلامتی نعمت بزرگیه. بله. به 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 چه هوایی، چه آفتابی. هوا امروز عالیه. آره هوای خیلی خوبیه. خیلی وقتی که به گلدونای نازنینم نرسیدم. سرحالی امروز. البته این باعث خوشحالی مازهای خادم زاده. آخه چند وقتی بود حال هوای درستی نداشتی. آره بی خودی. امیدوارم همیشه خوش و سرحال باشی. متشکرم از محبت. Thank you.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. آقای خالرزاده، آقای خالرزاده، سلام عرض می‌کنم. اومدم اداره تشریف نداشتی؟ چرا؟ تو اتاق بودم. خدا بد نده، مگه طوری شد؟ نه، چیزی نیست. چرا؟ رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. نه، چیزی نیست، خود کسلم، یعنی معدم ناراحت. قیافتون از دور داد میزنه که ناراحت هستی. نه، نمیدونم، شاید اگه گرفتاری چیزی پیش اومده، ما در خدمت هستیم. دوست واسه همینجور مواقع خوبه. بله. نه، به الحمدلله چیزی نیست. گفتم که فقط یه خورده مثل که معدم ناراحت. آره، میدونم، ولی به نظر من آقای خادم‌زاده تو رفاقت باید سنگ تمام گذاشت. بفرمایید، بفرمایید، من بهش دارم. میدونی آقای خادم‌زاده، همین چند وقت پیش یه گرفتاری برای یک از دوستانمون پیش اومد که خیلی ناجور بود. یه پرونده درست حسابی برای ساخته بود. بابت همکاری با رژیم سابق، اختلاف، نشبه، خلاصه به قولی آن چه خوبان همه داشتن اینه که یه جا داشت. ولی من برایش درست کردم. نه شکر خدا، ما همچی چیزایی نداشتیم و نداریم. شما که نه، انشالله هیچ وقت پیش نیاد، چون میدونین که آدم چه وضعی پیدا میکنه. کافیه سندی، نامه‌ای، عکسی، چیزی از آدم گیر بیارن که وابستگی آدم به رژیم سابق ثابت کنه. اون وقت آقای خادم‌زاده بدتون نیاد. میخوام بگم شما که به این معقولی هستین چطور مواظب خودتون هستین؟ شما باید کمی بیشتر به خودتون برسین، به زندگیتون برسین. چیزی نیست، درست میشه. خدا کنه، اما اگه استراحت کنین بهتره. هر جد ما در خدمت هستیم دیگه. خدا حرفای من به نفع شما. خب دیگه من رسیدم. رسید؟ آره، با اجازه من اینجا پیاده میشم. شغال امریکا و امریکا. هندونه ها کیلوی چند آقا؟ درست میشه 20. هندونه هاش حرف نداره، کیلو 8 تومن. این اصله، اگه بخوام برای تو میبردم. این خیلی خوبه. باش. چند کیلو بشه؟ 7-8 کیلو بشه. هشت کیلو و نیم. چیزی دیگه هم میخواه؟ آره، 2 کیلو خیار. چشم. چیزی اگه اجازه بدین. نه نه نه، خیلی ممنون. اون ور خیابون نزدیکه. ما بزرگ خونی که برادرم. دست شما درد نکنه. خیلی محبت دارم. خواهش میکنم. رسیدیم همینجاست.
عقبس در واز کن فوری خودت هم بیا کمک. قربون شما. خیلی ممنون. بفهمین تو. بفهمین تو. خیلی ممنون. اینجوری که خیلی بد شد که. قربون شما. خیلی ممنون. محبت خدا نگهدار. لطف کردی. دستون درد نکنه. اجازه هم دادی. قربون شما. خدا حافظ. خدا حافظ. با کی بودی؟ بلای کارت بخوره به شکمت. پدرم در اومد. این حرفا چیه که میزنی؟ به خاطر این میوه ها. دو تا مامور تا دم خونه با هم اومدن. آخه اینم شد زندگی؟ امروز افتاده بودم رو دنده بدبیاری. صبح اول وقت نمیدونم کی عشق داشته بود تو کشوی میزم. زورم که از در اومدم بیرون حمیدی جلوم ثبت شد. نزدیک خونم که این دو تا مامور. سب کن ببینم، سب کن ببینم. یکی یکی بگو ببینم چی شده. اول قضیه مامورین رو. هیچی بابا، تا دیدمشون ترسیدم، میوه ها دستم ریخ رو زمین. اومدن به هم کمک کردن. ولی فکر میکنم بی خود نبود. میخواستن آدرس رو یاد بگیرن. تام حسابی دیوونه شدی یا؟ اگه میخواستن آدرس تو یاد بگیرن خب از تو پرونده در میآوردن. راستی قضیه عکس و حمیدی چیه؟ صبح که اداره رفتم نمیدونم کی یه دونه از اون عکسا رو گذاشته بود تو کشوی میزم. وا راست میگی؟ دروغم چیه؟ میدونی چیه؟ همه فکر میکنم من دروغ میگم. کسی به فکر من نیست. هیچ کس. سلام بابا. سلام. بذارش تو آشپزخونه. میگم بیا یه کاری بکنه خودتو یه دفعه از این وضع خلاص کن. مثلا چیکار کنم؟ آقای رحمانی که یه عمریه تو رو میشناسه. خب الانم که میگی سرپرست کارگزینی. که چی؟ برو بشورو بخور. برو پلوش بشین از سیر تا پیاز قضیه رو براش بگو. اونم که آدم مؤمن و خیریه، دوست داره کار مردم رو راه بندازه. خب راست فکر نمی‌کنم در این مورد به خصوص بتونه کاری چرا بخونه. نتونه؟ آخه جنایت که نکردی، آدم که نکشتی، چی کارت می‌کنن؟ صاف و پوسکنده بگو بابا یه عکس از من انداختن که حالا داره کار دستم میده. بگو نمیدونم کدوم خدا نشناسی ورداشته اونو فتوکپی کرده، داره آبرو و حیثیت منو میبره. شاید کمکت کرد و راه و چاره ای جلوی پات گذاشت. از کجا بدونم وقتی عکسو دید از این رو به اون رو نشه؟ یعنی تمام اون مدتی که این عکس صاحب مرده رو چسبونده بودن ندیده؟ نمیدونم والا. حالا گیرم اون بخواد کمکی هم بکنه، اونای دیگه چی؟ اونایی که الان اومدن تو دادستانی، اونایی که برای پاکسازی اومدن منو نمیشناسن، اونا مدرک براشون ملاکه. وقتی هم هی حاضر عکس جلوشون باشه دیگه چیکار دارن به این که من کی بودم و چیکار هستم؟ والا اینطورا نیست، پرسجو میکنن، تحقیق میکنن. شما فکر میکنین اونقدر بیکار هستن که میان تمام گرفتاریاشونو ول میکنن راه میافتن درباره من تحقیق میکنن؟ پس اگه اینطوره دیگه نمیان همه کارشون رو ول کنن و دنبال یه عکس را بیفتن. بابا جون تو چرا نمیفهمی من چی میگم؟ میگم این عکس صاحب مرده نباید بیفته دستشون، همین و بس. نمیفهمم، والا نمیفهمم. فقط اینو میفهمم که الان بیشتر تو رو ترس ورد داشته. و الا من اگه جای تو بودم همین فردا صبح میرفتم پیش رحمانی و رو کراس همه چی رو براش میگفتم. منم بودم همین کارو میکردم. مرگ یه بار، شیونم یه بار. بابا نیت فون عمر شدیم. خودم هم دارم دیوونه میشم. فردا صبح میرم پیشش. سلام عرض میکنم. سلام آقا. ببخشید فرمایشی داشتین؟ 20 فتوکپی از این بزنید. همین الان میخوان؟ بله همین الان. خیلی ممنون. کنه که این مردم آزاری میکنن. همون بهتره که بری پیش رحمانی و همه چیزو براش بگی.
بفرمایید. آقای خادم‌زاده اومدن میخوان شما رو ببینن. بگین بیاد تو. چشم. بفرمایید تو. سلام آقای رحمانی. سلام از بغداد، خوش اومدید. چه عجب یادی از ما کردید. ما همیشه جویای حال شما هستیم آقای رحمانی. شما لطف کردید، بفرمایید بشینید. متشکرم. خوشحالم کردید. خواهش میکنم. آقای خادم‌زاده، من همیشه در خدمتگزاری حاضرم. لطف شماست. قرار از مزاحمت این بود که والا البته خود شما کم و بیش باید مطلع باشین. ببخشید. بفرمایید. بله خودم هستم. سلام علیکم. آره در جریانش هستم. نه آقا، در مقابل اینجور مسائل اگه قرار بشه از آشنایی با من و شما یا همکارای دیگه استفاده کنن و آدمی رو که تشخیص میدن بودنش برای این اداره مصلحت نیست، بازم بهش مسئولیت بدن که درست نیست. اگه مقصر و واقعا مدرکی علیهش دارن، هیچ لزومی نداره که من یا شما بلنشیم بریم بگیم که بله آقا از همکاران قدیم ما بوده و چنین و چنان بوده. اگرم مدرکی علیهش ندارن که هیچ، نهایت تحقیق میکنن و بعدم ولش میکنن. بله به نظر من درست نیست. آره جونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. میبخشید آقای خادم‌زاده، میفرمودید. بله عرض کنم که یعنی چیز مهمی نیست. بله من گفتم اومدم که به دوستان یه سری بزنم، گفتم یه حالی هم از شما بپرسم. قربان شما، لطف دارید. با اجازه، دیگه مزاحمتون نمیشم. میدونم خیلی گرفت. تشریف داشته باشید. خیلی ممنون، با اجازت. در پناه خدا. به هر حال خیلی لطف کرد. قربان شما، خدا حافظ. مرحمتون زیاد. سلام نعمت جون. بابا دست خوش. نوکر سر تو کجایی؟ کار داشتم. الان اومدم دنبالت نبودی. چی شده؟ باید باهات صحبت کنم. آخه چی شده؟ اتفاقی افتاده که فکر میکنم خدای نکرده خدای نکرده اگه درد پیدا کنه خیلی برات گرونتر میشه. حرف بزن مردم. اینجا درست نیست باسیم جلوی مردمی که میرن میان صحبت کنیم. بذار ببینم اونجا چطوره. خوبه، برو اونجا، برو اونجا. اون گوشه جای دنج و خلوتی. حالا گوش کن چی میگم. نوکرتم لپ مطلب واسط بگم. تو یه عکس با خدایی داری درسته؟ ما؟ یه عکس که اتفاقا خیلیم خوب افتادی. والا اون از قدیمه. بله میدونم مال قدیمه. الان که دیگه خوبه ایدایی نیست باش عکس بگیری. حالا چی شده؟ عکس افتاده دسته یه آدم قالتاق پدر سوخته. خدا هیچ کسو گرفتاره اینجور آدم ها نکنه. راست میگی؟ آره تو فقط یه شانس آوری که این بابا از رفیقای خیلی نزدیک منه. باهاش صحبت کردم. فقط ازش خواهش کردم که این عکس رو به احد و ناس نشون نده. اما چی؟ فقط یه اشکالی داره. چه اشکالی؟ این رفیق من همون کسیه که چند روز پیش گفتم یه سند داره که میخواد تو براش بذاری لای پرونده. ولی من که گفتم. خب منم حرف تو رو بهش گفتم. این روز صبح که اومد پیش من گفت فردا صبر میکنم. اگه شد که هیچ، اگه نشد مجبورم یه کاری با این عکس ها بکنم. حالا نمیشه عکس ها رو همینطوری به من برگردونی؟ نه آقا هیچ جوری راضی نمیشه. جون شما خیلی باش کلنجار رفتم. نشد که نشد. پس حالا چی کار کنم؟ شما ترتیب رونوشت سند بده اون برای قضیه با من. برای همیشه قضیه عکس و پرونده رو تمومش میکنم. یه مقدار به من مهلت بدین، باید فکر کنم. فردا صبح میگم رونوشت سند رو بیاره خدمتتون. اصلا خودم میارم که درد سرش کمتر باشه. اینطور بهتره. آره بهتر. دیگه فکرشم نکن، برو راحت بخواب. فعلا با اجازه. خدا حافظ. خدا حافظ. بازم یه خورده فکر کن.
رفتن خونه خواهرت اینا دردی رو دوا نمیکنه. اونم با اخلاق شوهرش که خودت بهتر میدونی. هیچ راه دیگه ای وجود نداره. فقط مواظب باش که بچه ها متوجه نشن. اگه میدونی که همین یه ورق کاغذ رو بگیری بذاری تو پرونده همه چی تموم میشه، خب این کارو بکن. گذاشتن یه ورق کاغذ تو اون پرونده آدمو میفرسته اونجایی که عرب نینداخت. یارو داره یه معامله غیر قانونی انجام میده، میخواد سر دولت کلا بذاره. خب برو بگو میخوان چی کار کنن. امشب یه نامه مینویسم میفرستم برای دادستانی. چرا خودت نمیبری؟ نمیتونم. خیال میکنی اونا ساکت میشینن؟ همچین که دومشون گیر کرد لای تله، در و دیوار اداره رو با فتوکپی عکسا پر میکنن. ولی دیگه نمیدونم چی بهت بگم. باش باشو بریم تا بچه ها نیومدن. فردا صبحم برو پیش آقای سیادی بهش بگو من سخت مریض شدم تا چند وقتی نمیتونم برم اداره، تا ببینیم چی پیش میاد. هر طور که خودت صلاح میدونی. بسیار کار درستی کردین که اومدین اینجا، چون این مسائل اصلا شوخی ور نمیداره. فقط کافی جایی گفته بشه که فلانی نامه ای داره، عکسی داره، یا اینکه رابطه ای داشته. فقط صحبتش که بشه آدم رفته. همین 10-12 روز پیش یکی از کارمندای اداره ما، آقای جلالی فر رو که میشناسی ها؟ کی؟ جلالی فر که توی دایره حقوقی کار میکرد. نمیشناسمش. یادت رفته. این بابا یه دفعه عید سال 55 یا 56 بود، یه عده از کارمندا رو اگه یادتون باشه اون موقع برای تبریک سال نو میبردن نخست وزیری. آره یادم. این آقا رو برده بودن اونجا. وقتی با هویدا دست میداده یه عکس ازش میگیرن که گویا تو اطلاعات یا کیهان چاپ کردن. به خاطر همین قضیه اومدن آقا رو بردن. رفت که رفت. به هر حال در گذشته هر کسی یه کاری کرده، اگه اینطوری باشه باید همه رو بگیرن، مثلا خود شما. بنده؟ بنده خدا رو شکر اهل این حرفا که نبودم هیچ. خود سیمام شاهده که همیشه مخالف اون رژیم بودم. چند بار گفتن نگو، فوش نده، میام میگیرن میبرن پدرتو در میارن. گفتم ما از اوناش نیستیم آقا، ما جلوی وزیرشم وایستادیم. چند بار اومدن گفتن فردا فلان وزیر میخواد بیاد بازدید. گفتم به درک که میخواد بیاد بازدید. ما از اوناش نیستیم که بیایم صف وایسیم و جلوی هر کس و ناکسی سرخم کنیم. اونم کی؟ درست وقتی که برو بروی نخست وزیری هویدا بود. بله، صد بار به همشون گفتم، به همون جلالی فر خائن گفتم. گفتم مرد حسابی، اگه آدم بمیره بهتر از اینه که نون از دست اینا بخوره و جلوی هر کدومشون که رسید سرخم بکنه. البته منظورم شما نیست اینا، شما وضعتون فرق میکنه. هر کی ندونه من یکی خوب میدونم که شما اهل این حرفا نبودین. میوه نمی بفرمایید. بله، ولی اشکال اینه که چطور میشه ثابت کرد که آدم از روی اجبار عکس انداخته نه از روی میل خودش. واسه همینه که میگم آدم نباید کاری کنه که گیر بیفته. کجا داری میری؟ با اجازتون من برم تو حیات یکم قدم بزنم. آخه واسه چی تو دلشو خالی کردی؟ چرا انقدر میترسونیش؟ این حرف ها چیه؟ کی خواست تو دلشو خالی کنه؟ هر چی بهش گفتم حقیقت محض بود. نعمت به حرفاش گوش نده، خوب میدونی که دروغ میگه. از قدیم با تو دشمنی داشته. بهتره فردا بری نامه رو بدی دادستانی. من میرم تو حیات قدم بزنم. برادرمه، امید به جایی نداره. یه چند روزی که بمونه همچی که آبا از آسیا بیفته برمیگرده خونه. چه حرفی میزنی ها؟ هیچ میدونی اگه همین امشب بریزن تو خونه و بگیرنش چه برای سر من میاد؟ میدونی؟ بله، به جرم پناه دادن به یه همچین آدمی میرم میفتم تو زندون. این تو رام نیست. چی میگی؟ تو خبر از بیرون نداری؟ تازه بنده زندگی رو بذارم پای آدمی که 100,000 مرتبه ازش خواهش کردم.
گفتم بابا جون یه جواز به خاطر خار زدن هم که شده برای ما جور کن تا این اتاق کوچیکه رو ما بتونیم مغازش کنیم. میدونی چی گفت؟ گفت نمیتونم. بارها بهش گفتم زندگی مشکله، من با حقوق اداره نمیتونم خرج برای بچه ها رو تامین کنم. گفت حتی به گدایی هم بیفتی من کار غیر قانونی نمی کنم. آدمی که به گدایی افتادن منم راضیه حالا از من توقع کمک داره؟ برادرم آدم خلافکاری نیست. حالا میگی چی؟ بیرونش کنم اومده دیگه؟ من نمیتونم، فقط میتونم بگم خوش ندارم یه همچه آدمی تو خونم بمونه، همین رو بس. تو هم اگه رد نمیشه من خودم بهش میگم. خیلی خوب من میرم میگم، تو نمیخواد حرفی بزنی بهش بگو، الا خودم بهش میگم. حالش خیلی بده، الان چند شبه که تو صبح نمیخوابه. دیشب اینقدر ناراحت بود که خدا میدونه. ای بابا، اصلا فکرشو نمی کردم. بهش بگین یه سر بره پیش دکتر، هم خودشو نشون بده هم یه گواهی واسه اداره بگیره. حتما بهش میگم. بحرا اگه کاری از دست ما برمیاد در خدمتی. مرسی، خیلی ممنون آقای صیادی، شما همیشه لطف خوش. خواهش میکنم. راستی فرمودین که دادستانی انتهای راه رو دست چپه؟ بله، ولی دادستانی برای چی؟ واسه کار برادرمه، یه گرفتاری برای گرفتن جواز داره. فکر نمی کنم این به دادستانی مربوط بشه. بله، ولی خب با حالا یه سری میزنم چون اونجا یه کار دیگه هم دارم. به هر حال انتهای راه روه، دست چپ یه اتاق مونده. با خیلی ممنون. با اجازتون آقای صیادی به خانم و بچه ها سلام برسونید. بزرگیتون برسونم، لطف کردین تشریف آوردین. سلام منو با آقای خادمزاده برسونید. بفرمید یه تلفن به ما بزنم. چشم، حد خدافز. به امان خدا. بفرم. سلام. سلام خواهر. میبخشید آقای دادستان تشریف دارن؟ خیر، واسه یه کار اداری رفتم بیرون، فردا میان. اگه کاری داریم بفرمایید. یه نامه داشتم میخواستم بدم ایشون. خواهر شما نامه رو بدین به من، خیالتون راحت باشه. نامه مهمیه، خواهش میکنم حتما بدین خدمتشون. خاطر جمع باشین، خودم میدم به دستشون. خیلی ممنون. خداحافظ. سلام عرض میکنم. سلام آقای حمیدی، بفرمی. سید جون، نمیدونی خادم زاده کجاست؟ مریضه، چند روزی نمیدونی. راست میگی؟ بله. عجب بچانسی، کارش داشتم. اگه کار اداریه بگو برات انجام. نه با خودش کار داشتم. فعلا خداحافظ. 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 این حمیدی بد جوری تو نخ خادمزاده رفته، معلوم نیست چه نقشه‌ای براش کشیده. خدا عاقبتشو به خیر کنه. دیشب بگی خواب به چشمای حشمت رفت، نرفت. تا صبح همش سیگار کشید. برا داداش خیلی نگران بود. صبحی میگفت میترسم خدایی نکرده بریزن اینجا و داداشو پیدا کنن. میدونی چیه؟ اول از همه یه راست میان سراغ فامیل نزدیک. به نظر من اینجا موندن صلاح نیست. میگم بریم خونه پسرم واسق، اونجا امن‌تری. مادر راست میگه، اونجا امن‌تری. نظر تو چیه؟ خودم میخواستم
همین امروز از اینجا برم. حالا کجا نمیدونم. آقا غیبش زده، اون شده جن و ما شدیم بسم الله. خلاصه یه چند روزی باید سر کنی. دیگه نمیشه، این یارو که میخواد زمینو بخره دیروز داشت نق میزد. اون که میدونه داره چه زمینی رو میخره. آره، ولی گفته بودیم که همه کارهای ثبت و شهرداریشو تموم کرده. ده ده ده. خب حالا بهش بگین یه نامش مونده هنوز امضا نشده، ظرف همین چند روز تمومه. فایده نداره، بو ببره میپره. دیگه هم مشکل میشه آدمی پیدا کرد که با این قیمت یه همچی زمینی رو بخره. تا فردا غروب که قراره بیاد باید کارو تمومش کرد، فقط همین. نمیدونم دیگه چیکار کنم. بعد شانسیه دیگه، به خشکی شانس. هر طور شده باید تمومش کنی، میفهمی چی میگم؟ امروز دوباره یه سر میرم در خونه، شاید بتونم راضیش کنم که هر طور شده فردا یه توکه پا بیاد. بهش بگو 20,000 تومان پول داری میگیری، مردمم داری میرخصونی. تمومش میکنم تا فردا، خیالتون راحت باشه. بگو بیا، زود باش. بیای یه خورده زود سر، عجله کنیم. برو تو همی جون. ای برا درو ببند. سرتو بگیر پایین، بگیر پایین تر. چرا ورود ممنونیری؟ میذاری کارامو بکنم یا نه؟ مخصوصا دارم میرم که اگه دنبالمون بیام معلوم میشه تحت تعقیب هستی. شبات این موتور سوار داریم. خوشتون اومد آقا هشمت. رد شدیم، همون خیابون دست راسته بود. میدونم خانم، حواسم هست، میخوام ردی به جا نزنم. خب رسیدی، پیادشی پیادشی ببینم زودتر. تو کجا؟ بیا بالا، بیا بالا. خداحافظ. سلامت. خداحافظ. چرا نذاشتی من باهاشون برم؟ نه، احتیاجی نبود. حالا خیالم راحت شد. خیلی خوب، دیگه نمیخواد آب غوره بگیری. سلام علیکم. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم. حالی شما چطوری؟ خوبه. خواهش می‌کنم بفرمایید. برای چه قناره؟ چه می‌دونید عکس لعنتی چه بلایی سر من در آورد؟ من آواره شدم. هر چی می‌کشم از دست این عکس لعنتی. تو میری پارک دیوونم کرده. اصلا کار زندگی من انداخته. صحبت کنیم. تو نمی‌دونید عکس چه پدری از من. ببین، هیچ کسو به خاطر عکس یا نامه یا همسالهم دستگیر نکردن که تو دومی شدی. اینا همه خیالات بیخودی تصورت داشته. آقا هشمت بی ربط میگه. اینا همه شایعاته. قتل که نکردی، آدم که نکشتی. چی کاره بودیم اگه یه کارمند ساده؟ اونایی باید بترسن که مال مردم رو چاپیدن و کشدار کردن یا مفت میخوردن و قانون وضع میکردن و مردم رو میدوشیدن. شبیه من زیاد بودن که به خاطر یه عکس همه چیزشون از دست دادن. اگه باور نمیکنی برو پیش آقا حشمت بشین ببین چی میگه. این حرفا کدومه، بس کن جانم، اینقدر خودتو عذاب نده. برو بشین تمام جریانو بگو و فکر خودتو راحت کن. خودتو مسخره دست آقا حشمت و اینا اون نکن. این چند تا عکس هم زیر سر اون مردی که کلا برداره. والا چی بگم آقا واسق؟ همین که من میگم فردا برو اداره تمام ماجرا رو برای همون دوستت که میگی تو کارگزینیه تعریف کن. اگه بد دیدی با من بهت قول میدم که هیچ اتفاقی نمیفته. با اجازهت من میرم شهر دست و مادر که صحبت کنم، خیلی ناراحتم.
سلام عرض میکنم. چی شد؟ قیبیه؟ مثل اینکه همشون قیبشون زده. آره اوه جون عجب شانسی آوردم. ای دیگه بهتر از این نمیشه. آره اینکه بذارم اینجا این وقت دنبالی همچه فرصده میگشتم. آره میذارم سر جاشون. آها باشو دیگه الان دست کلید در میارم با کلیدهای خودم بازش میکنم. این به درده میخوره درده باز میشه داره چه بچار یعنی چه؟ چی کار داری میکنی؟ با اون کموک چه داری برمی؟ سلام عرض میکنم. سلام و زهر مار؟ باشه قفل کمودو میخواستی بش کنی؟ من؟ بله من میخواستم بسه سر جا شاها به چه اجازه ای دست به اسناد و مداره که دولت میزنی؟ این چیزه یعنی رونوشت سندی که از چیزه بسه تو بیست نکن آقا حیا کن بسه سر جاش بسه باش آقا من الان تکلیف شما رو معلوم میکنم. آقای سیدی سر کن سر کن وای چه خاکی به سرم شد برو کن شد هم بالاخره راضیش کردم که فردا صبح بریم اداره و مسئله رو تمومش کنیم. اینطوری بخواد بمونه من مطمئنم که کارش به دیوونگی میکشه. یعنی میگه هیچ کارش نمیکنن؟ نه جان من چی کارش دارن؟ تو هم دست کمی از اون نداری یا؟ حق داره مادر جون تمام این مدت آب خوش از گلوم نرفته پایین همش دلهوره همش نگرونی. چی میگی؟ دلهورهای بی خودی از قدیم گفتن سری که درد نمیکنه نباید بهش دستمال بس. هیچ مسئله ای نیست فردا میریم با امید حق همه چی تموم میشه میره پی کارش. خدا کنه برای فردا بهتره بری یه دست لباس مناسب براش بیاری. باشه میرم میارم. میخوای منم باهات بیام؟ نه خودم تنهایی میرم. شما بهتره مواظب بچه ها باشین. آقای خادم‌زاده یه نامه نوشته و ماجرای رونوشت سند و کارهایی رو که ازش خواستی انجام بده همه رو شرح داده. خیلی عالی شد. مشکل خادم‌زاده که تموم شد هیچ. تازه به نفعش هم شد. الحمدلله. مردی که کلاهبردار می‌خواسته از عکس سوء استفاده کنه. چطوری؟ ازش فتوکپی کرده بوده. با اون بیچاره رو میترسونده که برای سند وارد دفتر کنه و سند خارج کنه از این جور کارا. خب دیگه چی؟ خادمزاده زیر بار نرفته. بیچاره مثل این که از شدت ناراحتی ترجیح داده قید کار و اداره و زندگی و همه چی رو بزنه تن به این کار نده. سراغ چه کسی اومده؟ این آدمو من میشناسم. گردنشو بزنی یا پای کج نمیذاره. تو این چند سالی که میشناسمش تا حالا خلاف ازش ندیدم. حالا قضیه به نفع شده. یه تقدیرنامه که براش نوشتن هیچ تقاضای رتبه هم براش کردن. جدی میگی؟ آره الان شنیدم واسه همین منو خواسته بودن دیگه آدرس خونهش رو میخواستن. بله الان میام. بفرمایید. سلام علیکم خواهر. سلام بفرمایید. منزل آقای خادم‌زاده اینجاست؟ بله. با آقای خادم‌زاده کارشم تشریف دارم؟ نخیر نیستم من خانمشون هستم. من از طرف دادستانی مستقر در شهرداری اومدم. لطف بفرمایید بهشون بگیم فردا صبح بیان اداره. طوری شده؟
نمیدونم خواهر زهری به من این آدرس دادن، گفتن به ایشون خبر بدم که فردا حتما بیام دادستانی. چشم، بهشون میگم. خیلی ممنون، با اجازتان. به سلامت. منم سیما. غریبه نبود، سیما و آقای اشمت هستن. باشو برو چهره رو بره خدا کنه یه راهی برای این کار من خیلی خوش مدید. بفرمی تو. سلام. سلام. بفرمی. الهی خدا مرگم بده که این روزو نبینم. خب شنیدم از دادستانی اومدن دنبالت. خیلی نگران شدم. موضوع مهم بود؟ نه چیزی نبود، احتمالا مربوط به پرونده یه که خود آقای خادمزاده در جریانش هست. فعل نمی کنن آقا، فعل نمی کنن. برای چیزای خیلی کوچکتر از این، چیزایی که اگه براتون بکم دیوونه میشی. کاری کردن که نه آقای اشمت، نه نه اینطور هم نیست. من به آقای واثق همینو گفتم، تا آدم بیاد ثابت کنه که والا به خدا هیچ کاره بوده و کاری به این چیزا نداشته و سری تو سر رفته. رفته آقا، رفته. رفته جایی که اثری از آثارش باقی نمونه. شما هر طور شده باید کاری کنین که سر صدای این قضیه در نیاد. باید تمام عکس‌ها رو گیر بیارین و پاره کنین. بیشترش رو از بین بردیم. یعنی همش از بین نرفته ها؟ نه. حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم، راه به جایی ندارم. فعلا صبر کن تا ببینم چی پیش میاد. به نظر من باید سعی کنی اصلا آفتابی نشی. اینجا هم که آقای واسه فعلا لطف دارن. خونه خودشونه، قدمشون روی چشم. واقعا بزرگواری فرمودین آقای واسه. چون اینا به محض اینکه یه همچی وضعی پیش بیاد و دنبال کسی باشن، هر جایی که بگیرنش صاحب اون خونم گیر میفته. خیلی میبخشین آقای شما، شما بی خودی دارین قضیه رو گندش میکنین. اینطور هم نیست که شما میفرمین. اولا هیچ وقت بی دلیل و مدرک سراغ کسی نمیان. بعدم آقا نعمت گناه بزرگی نکردن که بیان دنبالش. گناهش نه تنها بزرگه، بلکه مسائل دیگه ای هم هست که بعد از دستگیریش خودتون خوب متوجهش میشین. مثلا؟ تنها عکس گرفتن و نوکری دستگاه کردن که نبوده آقا. این آدم بارها با خود من دعوا شده. هر وقت که میگفتیم و فریاد میزدیم که باید بلند شد آقا، باید در مقابل این آدمای فاسد وایساد، این شخص آنچنان دفاع میکرد که آدم فکر میکرد ماهی چندین هزار تومن حقوق نوکری ازشون میگیره. گفتین شما شوهر خواهرشون هستین؟ بله، ولی هیچ فرقی نمیکنه. بنده اگه بچه من بود، اگه پدرم هم بود، وظیفم ایجاب میکرد که بیام خدمتتون رو اطلاع بدم. شما الان مطمئنی که آقای خادمزاده اونجا؟ بله، فعلا اونجا مخفی شده. خیلی ممنون، شما بفرمایید ما خودمون اقدام میکنیم. فقط باید زودتر اقدام بفرمایید که جا به جا نشه، چون اگه جای دیگه ای بره مشکل میشه گیرش آورد. حتما اطلاع دارین که این آدما هوای همدیگر رو دارن، تشکیلاتی دارن و مرتب با همدیگه در تماس هستن. حتما اقدام میکنیم. خیلی متشکرم، بنده با اجازت و مرخص میشم. خداحافظ شما. خدا میبخشین که مزاحمتون شدم. خدا نگهدار. به سلامت بود. عجب آدمیه. یه نامه بردار به ادارش بنویس که یه تحقیقی بکنن، برای اینکه به نظر نمیاد آدم سالم و درستی باشه. ولی به هر حال بد نشد، اقلا آدرس خادمزاده رو داد. آدم اگه صد تا خواهر کور و کچل داشته باشه، حرومه اگه یکشو به همچین آدمی شوهر بده. میبخشید یه کمی دیر شد. عیب نداره مادر، بفرمایید.
خدا دیگه حال حواس ندارم. خیلی ممنون. هیچ کاری رو ندارم. دیگه دارم دیوونه میشم. خواب و خوراک ندارم. نمیدونم چه خاطری سرم. نمیدونم چی میگه، حق با تو. اصلا هیچ فکرم کار نمیکنه. دستم به هیچ کاری نمیره. قربون دستت. حالا بهتره تر چایی تو بخوری که با هم بریم اداره. باشه؟ نه با من اداره نمیام. میترسم دردسر درست بشه. فکر کردم چند وقتی برم شهرستان. خب آخر چی؟ بالاخره میخوای زندگی بکنی یا نه؟ آخه اینطوری هم نمیشه. از این خونه به اون خونه که درست نیست. تو بشین من میرم. ملی بفرمایید. منزل آقای واسه. ملی واسه خودم. میشه لطفا یه دقیقه تشریف بیارید؟ کی؟ الان میام خدمتتون. سلام علیکم آقا. سلام از بنده است. من واسفم. میبخشید مزاحم میشم. یه نامه از دادستانی شهرداری آوردم که باید بدم خدمت آقای خادمزاده. مسئله ای پیش اومده؟ یه سوء اتفاقی پیش اومده بود که به حمدالله حل شد. یعنی دیگه ایشون به هیچ وجه مشکلی ندارن؟ نه تنها مشکلی ندارن، بلکه ازشون دعوت شده بیان اداره. کسی هم که باعث ناراحتی ایشون شده بود دستگیر شد. خب الحمدلله. پس لطف کنین این نامه رو بدید به ایشون. میتونم خواهش کنم تشریف بیارین تو خودتون بهش بدین؟ اینطوری خیلی بهتره، بیشتر خوشحال میشه. اگه مزاحم نیستم بچش کنم این حرفا چیه؟ بفرمایید تو. خواهش. یا الله. بفرم. اینه چرا آورد بالا؟ نمیدونم. بریم. بفرم. آقای خادمزاده. برو. آقای خادمزاده. آقای خادمزاده. کجایی؟ کاملاً بیمورد بود. شما جرمی مرتکب نشده بودین. پس نباید نگران چیزی باشی. ما حقیقت رو کشف کردیم. خدا رو شکر. دیگه همه چی تموم شد. حمیدی و هم دستاش دستگیر شدن. دستگیر شدن؟ بله. ها؟ ها؟